ده‌ها هزار نفر امروز در میدان تحریر بغداد برای یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در سالهای اخیر تجمع کردند. تجمعی که به صورت صلح‌آمیز و در فضای آرامی شروع شد، با غروب آفتاب به تدریج به خشونت گرایید. دست کم 250 نفر در یک ماه گذشته در نارامی‌ها کشته شدند. بعد از آنکه رئیس جمهوری برهم صالح از آمادگی حکومت برای برگزاری انتخابات زودرس خبر داد، هم خشونت‌ها ادامه پیدا کرده. در کربلا آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در اطلاعیه علیه دخالت‌های خارجی در نارامی‌ها هشدار داده. کسری ناجی و جزئیات بیشتر. میدان تحریر بغداد، میدان آزادی، جشن و سرور تظاهر کنندگان بعد از آنکه رئیس جمهوری در سخنانی تلویزیونی از آمادگی دولت برای استعفا خبر داد و یک انتخابات زودرس. بعد از یک ماه نارامی و تظاهرات به نظر می رسد که تظاهر کنندگان خودشان را به هدف نزدیک می بینند. می خواهم تأکید کنم به عنوان رئیس جمهوری من با برگزاری انتخابات زودرس موافقم. بر اساس قوانین تازه انتخابات و تشکیل کمیسیون انتخابات مستقل و خبر آمادگی نخست وزیر برای کنارگیری. نخست وزیر هم در واکنش به تظاهرات گسترده مردم توافق کرده که کنار برود، اما از احزاب خواسته که در مورد جانشین او اول به توافق برسند تا خلأ قانونی پیش نیاید. در میدان تحریر این قول‌های رئیس جمهوری خوب است، اما ظاهراً کافی نیست. این مرد میگوید نخست وزیر عادل عبدالمهدی چه استعفا بدهد چه ندهد مسئول ریختن خونهای تظاهرکنندگان میدان تحریر است. و این مرد میگوید مردم دیگر میدانند چه میخواهند. او میگوید احزاب جنایت‌های بزرگی کردند و مردم نه سیاست ندارند، تصمیم خودشان را خواهند گرفت. و این میدان تحریر بغداد امروز آغاز تجمع هزاران نفر در آنچه انتظار می‌رود یکی از بزرگترین اجتماعات اعتراضی در عراق در سالهای گذشته باشد. فضای صلح‌آمیز در این جشن مردمی کسانی که می‌خواهند بر سرنوشتشان حاکم بشوند. تا کنون دست کم 250 نفر در تظاهرات در گوشه و کنار کشور کشته شدند. هزاران نفر مجروح در این قیام برای کنار گذاشتن فساد سیاستمداران و دولت. در کربلا محله یکی از تظاهرات خونین در روزهای گذشته، امروز در نماز جمعه سخنانی تازه از آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق از زبان امام جمعه شهر که گفت اصلاحات یک ضرورت است و اجزای آن را مردم عراق خودشان تعیین می‌کنند. هیچ کسی یا گروهی، هیچ طرفی، هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید در اراده مردم عراق دخالت کند و اراده خودش را تحمیل کند. آیت الله سیستانی بدون اینکه نام ببرد اشاره به عربستان و آمریکا دارد و البته ایران. درست یک روز بعد از اینکه گزارش شد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جلسه ای با مقام های دولت عراق از آنها خواست نگذارند دولت سقوط کند. در میدان تحریر امروز امید به آینده بیشتر از هر زمان دیگر در این خیزش عمومی. کسری ناجی، BBC.